بسم الله الرحمن الرحیم. کربلا دار النعیم زینب است، کعبه خود تحت حریم زینب است. عمر زینب فخر مولا بود و بس، او به زهرا المثنا بود و بس. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، انشاءالله در هر جایی که هستید و بیننده این برنامه، برنامه مصباح الهدا که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم نگاه های گرم شما عزیزان میگردد، انشاءالله در کمال صحت، سلامت، عافیت جسم و جان به سر ببرید. تسلیت عرض می کنم خدمت همه شما ایام ماه صفر، ایام سوگواری و عزاداری و اسارت خاندان اهل البیت را. خواهش می کنم با برنامه خود همراه باشید و از طریق این شماره که پل ارتباطی میان ما و شماست، پیام های خود را با ما در میان بگذارید. شماره مثبت 964 780 255 40 13. ضمناً شما بینندگان عزیز می توانید از طریق برنامه‌های و صفحات فیسبوک، صفحه سایت آپارات و همچنین از طریق یوتیوب برنامه‌ها را دنبال کنید و حتماً اشتراک کنید در برنامه‌ها و ثبت نام داشته باشید، سابسکرایب کنید برنامه‌ها را تا انشالله بتوانیم با برنامه‌های با کیفیت تر و بهتر در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. و اما امشب استفاده می‌کنیم از حضور و بیانات کارشناس محترم برنامه، جناب استاد مصباح، با موضوع توسعه در منظر فقهی و حقوقی. خواهش می‌کنم با این برنامه همراه باشید. عرض سلام دارم جناب شما، خدمت شما جناب استاد عزیز، و انشاءالله عزاداری های شما قبول باشد. تشکر از اینکه قبول زحمت کردید. میخواییم راجع به مفهوم و معنای توسعه و توسعه در منظر فقهی و حقوقی گفتگو کنیم. تا اینکه انشاءالله به این موضوع میپردازیم، با بینندگان آغاز سخن داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نصلی و نسلم علی خاتم السفراء و المرسلین أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. خدمت شما و مجموعه عواملی که چون این فرصت و زمینه را برای تبادل اندیشه و آرا و مباحثه طلبگی فراهم میکند، و همچنان خدمت شخص شما سلام دارم و عرض ادب دارم و از خداوند متعال سلامتی، عاقبت به خیری و رضایتمندی خودش را می طلبم. همچنین ایام سوگواری و عزاداری است، از خداوند عالم و رحمان همه بطلبیم که این عزاداری های ما را، عزاداری های بیدارگرانه و بینایی بخشی که آوردهش و خروجیش یک سری رفتارها و تصمیم گیریها و اقدامات عقلانی است که یکی از مشخصات برجسته و برازنده مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین طبیعتاً امین عقلانی بودن این مکتب و راز پایداری و پایندانیش هم در طول سالیان متمادی با فشارها و محدودیت‌های فراوانی که بوده و هست، شاید بتوان گفت این مختصه و ویژگیش هست. و عزاداری‌های ما برای بیدار ماندن و بیدار کردن و آگاهاندن و آگاهی بخشی به دیگران انجام بگیرد و استمرار پیدا بکند و عواطفی که در این مراسم و احساساتی که هم در این مراسم هست، طبیعتاً انسان یک موجود چند بعدی است، مجموعه عواملی که شخصیت آدمیان را می‌سازه،
احساسات و عواطف یکی از این بخش هاست. ما دنبال احساسات و عواطف تسعید شده و عقلانی شده درست برای این و این را تقویت بکنیم. انشاءالله. فرصت بسیار خوبی هست انشاءالله که بتوانیم به این سمت گام برداریم از طریق مجالس مختلف و متعدده مثل این گونه مجالس در مساجد، در منابر، در تکایا و نشست ها و اجلاس هایی که انجام میگیره. بسیار عالی. یک جمله زیبا از خود جناب علی من یادم هست که لذت بردم حقیقتا از بیان این مطلب که فرمودید انسان زنده یکی از نشانه ها و ویژگی هایش این هست که مثل اون دستگاهی که دیاگ قلب را نشان میدهد باید بالا و پایین داشته باشد. گاهی انسان غمگین هست، گاهی خوشحال هست و حالت های مختلفی که در درون انسان و احساسات انسان در قلب انسان در جان انسان هست نشانه پویایی است، نشانه زنده بودن است و خود همین غم، عزاداری و سوگواری باعث ترفیع حالات انسان است، باعث متفکر شدن است، باعث زنده بودن است و آثار مثبت فراوانی دارد که انشالله همونطور که فرمودید به سمت عقلانی شدن، به سمت فرهنگ ناب پیش بریم و استفاده کنیم از این مجالس. خب جناب استاد اگر اجازه بدید به سراغ موضوع بحث برویم و گفتگو کنیم راجع به خود کلمه توسعه که در برنامه های گذشته معنا کردید از دیدگاه های مختلف کلمه توسعه را، به خصوص از لحاظ اسنادی که سازمان ملل بر جای مانده است مفهوم توسعه بیان شد. فکر میکنم به این قسمت از بحث رسیدیم که آیا توسعه خودش یک حق هست یا حق نیست و صرفا یک مزیت خاص برای برخی از سازمان ها و کشورها و نهادها هست. در این زمینه آرای موافق و مخالف را میخواییم که انشالله بررسی کنیم از زبان شما بشنویم. انشالله. بله، ما در طی جلسه یک جلسه گذشته که در این باب آغاز کردیم و به دلایل به تأخیر افتاد، اونجا ما تصاویر و تعاریف از توسعه را خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز ارائه کردیم و از دو زاویه به مقوله توسعه نگاه کردیم. یک نگاه از زاویه مباحث علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد بود و نگاهی دیگر از زاویه یا در چشمانداز حقوقی بود که بیشتر توسعه در اسناد معتبر بین المللی و در اندیشه های حقوقدانان برجسته به چه صورت و به چه معنا در آمده است. طبیعتاً معنا و تعاریف بسیار بسیار متنوع و متعدد از توسعه ارائه شده اونطوری که بیان کردیم و به اختصار و به سرعت بیان میکنم که توسعه را چی به عنوان فرایند، چی به عنوان وضعیت، چی به عنوان یک روش از زوایای مختلف مورد تحلیل و کاوش قرار دادن. گفتیم که توسعه در بعض معانی به عنوان یک فرایند است که بهره‌وری فعالیت را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهد، یا توسعه وضعیتی است که در این وضعیت همگان در یک حالت رفاه همگانی می‌توانند داشته باشند و به سر ببرند، یا توسعه فرایند است که دامنه انتخاب را گسترش می‌دهد، یا فرایند است که دامنه آزادی و آزاد زیستن و حق تحت عنوان آزادی را نهادینه می‌سازد و توسعه می‌بخشد. این در واقع المنت‌ها و عناصر مختلف توسعه را بیان کردند و از منظر کسانی که محض توسعه را از منظر کاملا اقتصادی نگاه می‌کردند که بر شاخص‌های مثل تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، تولید سرانه ملی و امثال اینها نگاه میکردن و با این شاخص ها مسئله توسعه را که بیشتر به معنای رشد اقتصادی بود اونجا هم بیان کردیم که بعضیا از این زاویه نگاه کردن و بر اساس این شاخص ها توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جامعه را معرفی میکنن و بیان کردن، و از منظر نهادگرایان عرض کردیم که توسعه فرایند است از تحولات و تغییرات نهادی که این تغییرات نهادی سبب میشه که سیستم و نظام طور کار بکند که در فرایند فعالیت یک نظام هزینه های فعالیت به سمت صفر حرکت بکند و آورده و خروجیش
بزرگتر از صفر باشه. بنابراین مجموعه نهادها در جامعه لازم است، اهم از نهادهای رسمی مثل خود قانون، امنیت، قانون اساسی، قوانین عادی و موضوعه، حقوق مالکیت و امثال اینها. اینا نهادهای رسمی هست و نهادهای غیر رسمی مثل فرهنگ جامعه، آداب و سنن. این تغییرات و تحولات نهادیه که یک نظام به وجود بیارد که این نظام دارای این ویژگی باشه که هر قدر هزینه فعالیت، تعامل، رفتار کاهش پیدا بکنه و خروجیش بزرگتر از صفر باشه، مجموعه این نهادها اگر اینطوری باشه ما به یک حالت توسعه‌مندی یا توسعه یافتگی خواهیم رسید. و در اواخر هم مقوله های مثل شادابی و شادید مطرح کردن، امید به زندگی، آمدن گفتن که توسعه ما با این مؤلفا می‌خوایم ارزیابی بکنیم. زمان یک جامعه توسعه یافته است که در اون جامعه ما ببینیم که مانده یا حضور شادی و شادابی چگونه. جامعه هر قدر شاداب و شاداب باشه زنده تر است، پویاتر است، توسعه یافته تر است. یعنی با این شادابی و نشاط با امید به زندگی اینا هم پوشان هم از ضرورتاً یکسان نیست، یکی نیست، ولی خب طبیعتاً در جامعه هر قدر ضریب و اندازه امید اجتماعی و امید به زندگی و امید به آینده بیشتر و بیشتر باشه، طبیعتاً از نظر روانی و روحی شادابی و شادی هم بیشتر خواهد بود. پاره بر اساس این مقوله ها درست آمدن توسعه را تعریف کردن و بعضی هم آمدن بر اساس دانایی بنیاد شدن تمامی فعالیت ها، فعالیت اقتصادی، فعالیت سیاسی، فعالیت فرهنگی، اجتماعی، صنعت، تجارت، آموزش، همه و همه را آمدن بر اساس میزان تکیهشان و برآمدنشان و برساخته شدنشان بر اساس دانایی است. یعنی هرگاه دانایی به عنوان یک مبنا در یک جامعه تمامی سطوح و لایه ها را هدایت بکنه و بر مبنای دانایی تمام فعالیت ها انجام بگیره، اقتصاد دانایی بنیاد امروز مطرح است، آموزش دانایی بنیاد مطرح است، صنعت دانایی بنیاد مطرح است، خدمت شما عرض شود فرهنگ دانایی بنیاد. یعنی شما لایه ها و سطوح مختلف زیست بشری و چه در مقیاس فردی و چه در قواره های کلان و اجتماعی لحاظ بکنید، هر قدر بر بنیاد دانایی شکل بگیره، به وجود بیاد، استمرار پیدا بکند و هم وجودش را و هم استمرار خودش را از دانایی بگیرد، این جامعه جامعه توسعه یافته است. شما ببینید بعض وقتا یک بار تولید بر بنیاد قدرت بازویه، تولید بر بنیاد منابع مادی یک جامعه است. یک بار میگی تولید در یک جامعه بر بنیاد میزان دانایی اون جامعه انجام میگیره. تولید مبتنی و یا اقتصاد مبتنی بر دانایی که امروز بسیاری از جوامع به این سمت رفته که خودش یک سری پیامدها و پیامهای بسیار خوب و روشنی هم داره، طبیعتاً آمدن بعضیا بر این بنیاد توسعه و توسعه یافتگی رو تعریف کردن. یعنی بر اساس این دانش بنیادی فقط دیگه به دنبال کار و تولید سرمایه و کسب درآمد و سود نیست، بلکه در کنار این فعالیت ها، این زحمات، مثلا کشاورزی، کسی کشاورز هست، دانه می پاشد، آبیاری می کند، کارهای خوش انجام می دهد، یک کسی را هم میارد که شما ببینید مثلا چطور ما می توانیم شیوه های کشاورزی را دانش بنیاد کنیم. بله بله. و توسعه بدیم و جدید کنیم، نوآوری کنیم، فناوری کنیم. فقط پول را خرج کارگر و آب و دانه نمی کند، بلکه یک خرج یک کسی هم که روش های علمی جدید را بیاید. بله. توسعه بده. مثلا شما سرمایه ذکر کردید، زمانی که فعالیت به معنای عام، چی در عرصه صنعت، چی در عرصه معدن، چی در عرصه کشاورزی، تجارت، آموزش و بخش های مختلف زندگی، اقتصاد و امثال اینها مبتنی بر دانش بشود، طبیعتا میزان ایجاد سرمایه‌اش، ارزش افزودش به مراتب بیشتر است. تولید ثروت و تولید سرمایه دقیقاً بر بنیاد دانش. این که ما بگیم که دانش بنیاد شدن فعالیت‌های آدمیان در سطوح و لایه‌های مختلف منافات با سرمایه داری یا به سمت تولید سرمایه داره، خیر، بلکه بیشتر این سرمایه رو تولید میکنه، چون هزینه‌ها یک مقدار کاهش پیدا میکنه، در مقابل خروجی و آورده ها فوق العاده زیاد میشه. شما با دو تا واحد
سرمایه های مادی و مالی که برای یک فعالیت میگذارید هزاران یا ده ها هزار واحد خروجی دارید. خب در واقع فعالیت دانش بنیان این حالت رو به وجود میاره که خودش یک بحث مستقلی است. یعنی ما الان وقتی بیاییم بخواییم فعالیت دانش، یعنی تمام فعالیت ها رو مبتنی بر دانش بکنیم یا دانایی بنیاد بکنیم، این به چی معناست، به چی پیامدهای مثبتی داره، چه فرق داره با فعالیت هایی که مبتنی بر دانایی نیست. خب یک بحثی کاملا و این صرفا اقتصادی هم نیست جناب استاد، یعنی دانش بنیادی باید در عرصه های مختلف فرهنگی، بله بله، فکری، علمی و عرصه های مختلف جامعه ایجاد شود تا که اون کشور رو مثلا ما عنوان کنیم کشور توسعه یافته. من به همین جهت هم تعبیر کردم فعالیت آدمیان. این فعالیت آدمیان ممکنه فعالیت اقتصادی باشه، آموزشی باشه، کشاورزی باشه، صنعت باشه، معدن باشه و ده‌ها هنر باشه، ادبیات باشه، خود دانش باشه. در واقع تمامی این فعالیت‌ها مبتنی بر دانایی میشه، مادر و پایه میشه دانایی. شما مثال بسیار زنده‌ش همین، شما یک بار کشاورزی میکنید، کشاورزیتون مبتنی بر زور بازوی انسان یا حیوان یا ایناست. یک بار میید این کشاورزی رو مبتنی میسازید بر دانایی، خب شما محصولتان کیفیتش فرق میکنه، کمیتش فرق میکنه. شما ممکن است از یک متر مربع محصول بگیرید که برابر است که از چند هکتار میتونید بگیرید. بنابراین دانش بنیاد شدن و دانایی بنیاد شدن فعالیت بهره‌وری را قهرن به وجود میاره. انقلاب بهره‌وری را وقتی ما اگر ارزیابی بکنیم، یکی از مختصات و ویژگی های انقلاب بهره‌وری در واقع دانش بنیان شدن یا دانایی بنیاد شدن فعالیت های آدمی هم. بسیار ممنون استاد. چون به میان برنامه نزدیک میشیم، یک اجازه از شما میگیریم که استراحت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم با بخش دوم برنامه. در خدمت شما استاد بزرگوار هستیم. آنچه که در این ماه، یعنی ماه صفر، بسیار اهمیت دارد، اون خدمتی است که حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام به عنوان بازماندگان خط سرخ شهادت کربلا انجام دادند و تبلیغ دین کردند. امام سجاد چقدر زیبا اشاره میکند که یکی از بالاترین مجاهدت ها پاک نگه داشتن شکم و عورت است از همه حرام ها و شبهه ها. خواهش میکنم بینندگان عزیز میان برنامه رو ببینید. با بخش دوم برنامه مصباح الهدا در خدمت شما هستیم. دومین روز از محرم است و کربلا می رود تا درهای عشق را به سمت بهشت بکشاید. می رود تا پذیرای کاروانی از نور باشد، کاروانی به رنگ خورشید، کاروانی از تبار آسمان و از طایفه پیغمبر. کربلا می رود تا پذیرای حسین باشد، می رود تا گوش جان بسپارد به صدای قریبی که دلش آینه تمام نمای آیات خداوندی است. ظهر، ظهر کربلاست و قافیه دل یک آسمان نگاه را بر سینه دشت فرود می آورد و دشت اوریان خود را از شرم در بوته های از خار می پیچد. نخل ها در حیرتی آسمانی تا به نگریستن به زلالی عشق را از کف داده اند و دست دعا به سوی آسمان خاکستری گشوده اند. التهابی سرخ دامن کربلا را در خود چناور کرده و کودکان لب تشنه را خوش آمد می گوید. کجاست فراد که حسین را سلام گوید؟ کجاست این رود خفته در نخلهای آتشین؟ کجاست این آهوی ضربت خورده و در دشت وامانده؟ سر به زیر افکنده تا چشمانش در چشمهای کودکان حسین نیفتد. انتظار می کشد تا تلخ‌ترین روزهای زندگیش را در سینه تاریخ بنویسد. او که هر گامش فصلی از یک تاریخ سخن در دل دارد و هر ضربان قلبش یک نیزه در گلو و تک تکی بدنش درس بزرگ عشق را تدریس می کند. یا
ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه مصباح الهدا، برنامه‌ای که هر شب از ساعت 8 الی 9 شب و تکرار او فردا بعد از اذان ظهر به وقت کابل تقدیم نگاه‌های شما عزیزان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ضبط شده ما را در فیسبوک، سایت آپارات و همچنین یوتیوب دنبال کنید و حتما مشترک شوید و این برنامه‌ها را نظر بدهید و در خدمت شما هستیم. بینندگان محترم، استفاده می‌کردیم از بیانات کارشناس محترم جناب استاد مصباح در زمینه توسعه در منظر فقهی و حقوقی. استاد، معانی توسعه رو بیان میکردید که صحبت شما رو قطع کردیم و میان برنامه رسیدیم. دوست داریم ادامه این بحث رو از زبان شما بشنویم. بسیار خوب. ببینید، ما تا اینجا رسیدیم که توسعه از منظرهای گوناگون به صورت بسیار مختصر و کوتاه بیان کردیم. یک زاویه دیگر از منظر حقوقی و فقهی است و از منظر حقوقی بیشتر ما وقت توسعه را در اسناد بین المللی میخواییم دنبال بکنیم یا در اندیشه اندیشمندان حقوقی، بیشتر اون جنبه حقوق بودن این مورد نظر هست. بنابراین توسعه را از لحاظ حقوقی اگر نگاه بکنیم، میگن توسعه عبارت از یک حق بشری سلب ناشدنی و تفکیک ناپذیر است که از انسان نمیتونه اون را سلب کرد و در نتیجه اون و بر اساس این تمامی آدمیان، تمامی انسان‌ها، زن، مرد، کودک، جوان، به صورت فردی، جمعی، جامعه، دولت، از هر قوم و نژاد، هر رنگ پوست، وقتی شما آدمیان میگید، وقتی این شکلی میگیم که یک حق بشری است که نمیشه از انسان و از بشریت سلب کرد و حق تفکیک ناپذیر هست، که بر اساس این تعریف یا این سیمایی که از توسعه به عنوان یک حق بشری ارائه میکنیم، همه آدمیان حق بهره‌مندی از توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، انسانی، مذهبی و غیره و گونه های مختلف توسعه دارن که در اونها حقوق بنیادین انسان و حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، خودمختاری و ده ها حق اساسی دیگر تحقق پیدا بکنه و انسان ها خودشان در ایجاد این حق، در استمرار بخشیدن اون و در بهره‌مندی اون مشارکت داشته باشه. چون اصلا این که فرمودید، این قید که تمامی آدمیان و انسان‌ها، وقتی که ما کلمه توسعه رو میشنویم، خود به خود ذهن میره به سمت ای که خب این حق مربوط به یک سری افراد خاص است. حالا مبناش این هست که اینها مثلا از لحاظ نژادی قوم برتری هستند یا اینکه از لحاظ موقعیت اجتماعی، شرایط اقتصادی در یک جای بالاتری قرار دارن، و خود به خود افرادی که ضعیفتر هستند رو ما میگیم که خب اینها شاید دارای این حق نباشند. اما فرمودید که نخیر، این حقی است که تفکیک ناپذیر از تمامی آدمیان هست بدون در نظر داشت هیچ بلاک دیگری. آره، من این سوال شما رو اینگونه تصحیح میکنم که وقتی شما از حق توسعه صحبت میکنید، اگر به خاطر داشته باشید در جلسه گذشته ما نسل حقوق را سه تا تقسیم کردیم. نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل سوم حقوق بشر میگن حقوق همبستگی. یکی از ویژگی های نسل سوم حقوق بشر این است که حالت جمعی داره. حق توسعه رو وقتی ما میگیم، حق بر توسعه، حق صلح، حق میراث مشترک بشریت، حق ارتباطات، دیگه انگشت ما اشاره به سوی فرد نمیشه، بیشتر به سمت جامعه است و دولت ها. و این چیزی که شما میگید که در ذهن ها الان هست، یعنی گویا یعنی بعضی ها اینطوری القا کردن و یا باور دارن که حق توسعه تا حق یک عده از دولت ها و جوامع ملت های خاص، که در حقیقت ما تو این بحثایی رو بیان خواهیم کرد. به همین جهت حق توسعه خواستگاهش کشورهای شرقیه، کشورهای توسعه نیافته. شما وقتی حق نسل اول حقوق بشر رو میبینید، در غرب مطرح میشه، حق آزادی و امثال اینا. نسل دوم حقوق بشر که ناظر بر حقوق اقتصادی هست، اقتصادی اجتماعی، بیشتر در کشورهای سوسیالیستی و در زمان حاکمیت اونها مطرح میشه، خواستگاهش و مطالبه میشه. نسل سوم حقوق بشر، مهمترین خواستگاهش و مطالبهش از سوی کشورهای شرقیه و جهان
توسعه نیافته جهان سوم. بله. بنابراین کسانی که این از لحاظ آکادمیک تحلیل کردن، تبیین کردن و در اسناد بین المللی تعریفی که من ارائه کردم دقیقاً اون تعریف است که در اعلامیه حق بر توسعه که در سال 1986 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل با بالاترین رأی اکثریت آرا تصویب شد و حق بودنش هم اونجا مورد قبول قرار گرفت، این تعریفی که ارائه کردم از اون منظر هست. و بعضی از حقوقدانان وقتی که پیرامون مسئله حق توسعه قلم زدن و اندیشیدن، گفتن حق توسعه یک حق بشری است، یعنی حق بشری، حق بشری بهره‌مندی همه آدمیان در یک سهم عادلانه و متناسب از اموال و خدمات تو که در تولید در سطح جهانی تولید میشه. حق بهره‌مندی همه آدمیان در یک سهم عادلانه و متناسب از چی؟ از اموال و خدمات جهان. تولیدی که در جامعه جهانی تولید میشه. ممکنه این اموال یا این خدمات در قاره آمریکا تولید بشه، کشور ایالات متحده آمریکا تولید بکنه، چین تولید بکنه، آلمان تولید بکنه. به این معنا نیست که بگه ما تولید کردیم دیگران حق استفاده از این خدمات و اموال را ندارن. در یک سهم عادلانه و متناسب همه آدمیان حق بهره‌مندی است، چون این خدمات و اموال را دارن. یعنی اگر یک کشوری در شرایط یک مریضی فراگیری مثل کرونا موفق شد که یک واکسنی را تولید کند، انحصار نباید به همون کشور باشه. باید باشه. بله، حق توسعه و حق نسل سوم بشر در واقع فراتر از یک سری ارزش‌های فردیه، فراتر از یک حقوق فردیه. دنبال ایجاد الان در یکی از تعاریف ما می‌خونیم وقتی میگن حق توسعه را تعریف می‌کنن به عنوان فرایندی، با کدوم هدف؟ با هدف ایجاد یک محیط و ساختار بین المللی و داخلی که در این ساختار ما خود این نوع ساختار رهنمون باشه به سوی حقوق بشر، که از طریق تأمین یا اعمال حقوق بشر بتواند تمامی جوامع به گونه ها و صورت ها و سویه های مختلف توسعه که می طلبد و دنبالش است متناسب با خود اون هست دست پیدا بکنه. مثلا شما در یک جامعه زندگی میکنید، دنبال توسعه اید، یک کشور دیگر برای شما یک نسخه میپیچه که این نسخه متناسب با ساختار اجتماعی و فرهنگی و روانی و اعتقادی شما نیست و نمیتونه برای شما تحمیل بکنه. این تعریف اینه میخواد ایجاد میگم تو حق توسعه در واقع نیازمند ایجاد یک ساختار بین المللی و ملی و داخلی است که ما را راهنمون باشه به سوی حقوق انسانی و حقوق بشر، که از طریق تحقق و تأمین حقوق بشر جوامع بتواند گونه ها و سویه ها و سطوح مختلف توسعه را دست پیدا بکنه بهش و به سمت اون بره و بر بگذینه. پس بنابراین میگیم توسعه از منظر حقوق یک حق است، اولا حق بشری، ثانیا حق همه آدمیان است که شامل فرد، دولت، جامعه و همه میشه در مقیاس کلان. پس بنابراین این تعاریفی است که ما و لازم بود در این بحث به صورت بسیار کوتاه و مختصر بیان کنیم، و الا اگر بخوایم بحث‌های خیلی فلسفی یا دقت‌های فلسفی پیرامون تک تک این تعاریف بکنیم، بله خودش چندین جلسه لازم داره. بنابراین بعد از این تعاریف که ما یک تصویر تقریبا روشن از توسعه ارائه کردیم در حوزه‌های مختلف علمی، علوم انسانی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و از منظر حقوق در اسناد بین المللی، همین ویژگی توسعه یعنی نسل سوم توسعه، حق به اصطلاح این که توسعه به عنوان یک حقوق همبستگی مطرح شد و خواستگاهش و مطالبهش بیشتر از طرف جهان توسعه نیافته انجام گرفت و در واقع دنبال نه تنها یک سری مطالبات خاص فردی بود، بلکه در واقع حق توسعه اگر ما بخواهیم بر حسب همین اسناد بین المللی و ماهیت خود جمعی بودنش دنبال بکنیم، مستلزم تغییر در ساختارهای بین المللی و ساختارهای ملی و داخلی است. عجب. و این کار دشواری است و بر بسیاری کسان و جوامع و ملت‌ها فعلا گران می‌آید. بنابراین به همین جهت هم از سوی اندیشوران هم از سوی بیشتر از سوی سیاستمداران مخالفت‌های با مسئله
حق بر توسعه انجام گرفت که در آغاز مخالفین بودند که حق توسعه حق نیست اصلا، شما به عنوان یک حق نباید مطرح بکنید، یک توسعه یک کالایی است که میتونه با واسطه پول اینا خرید و فروش بشه، ارزش گذاری بشه. بنابراین پس یک اشکال کلیدی که از نظر فکری لازم هست بهش بپردازیم از منظر حقوق مسئله این است که حق توسعه حق نیست. بعد خب تلاش صورت گرفت که این از حالت حق بیرون به بگه صرفا یک اخلاق یا توصیه یک خواسته یک همچین چیزایی، یک نوع روش مخصوص به خودش هست که مثلا یک کشوری اون کار انجام داده مثل مثلا ایالات متحده به او توصیه رسیده و اینن همون نسخه رو باید ما بریم در یک کشور دیگری، کشور مثلا آفریقایی، کشور آسیایی شرقی پیاده کنیم که او هم مثلا با همون توسعه دست پیدا کنه. ممکنه البته یک مسئله است. نه بس این بوده، اینایی که میگن حق نیست، شما ببینید وقتی میگید یک واقعیت را، یک مطالبه را، یک ادعا را بهش جنبه حق میدید، یک تعهد و مسئولیت قانونی حقوقی ایجاد میکنه هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی. شما وقت مجبورید و لابد باید تعهداتتون انجام بدید، ولی اگر تعهد حقوقی و قانونی نداشته باشید نسبت به یک مقوله، هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره، الزام آور نیست. نمیتونید مثلا فلان کشور رو بگید که آقا مثلا این مسئله واکسن مطرح میکنید، خب بگم من لازم نیست بدم، من تولیدش کردم، منحصر به خودم است. ولی اگر شما آمدید مسئله حق توسعه رو به عنوان یک حق بشری خصوصا مطرح کردید، جز حقوق پایه هم مطرح کردید، اون وقت یک کشوری که خودش تولید کرده واکسن رو برای سلامت جان آدمیان لازم هست، برای نجات حیات لازم هست، اون نمیتونه بگه من نمیتونم، این در انحصار من است و حق استفاده رو کسان دیگر و جوامع دیگر نداره. چرا؟ چون شما تولید نکردید. درست. دقیقاً مسئله حقمندی وقتی که مطرح میشه یک تعهد و مسئولیت حقوقی و قانونی ایجاد میکنه و مسئولیت‌های حقوقی یکی از ویژگی‌های ضمانت اجرای داره. اما اگر بگه یک توصیه از خود میگه آقا جان من یک امتیاز است، یک بخششه، من به شما از باب به اصطلاح پدر بزرگی برادر بزرگی به شما این نسخه را ارائه میکنم، این مقدار کمک میخوام بکنم، حالا کمک انسانی و امثال این، ولی دیگه متعهد نیستم که اگر انجام ندادم من در مجامع بین المللی محکوم باشم یا ضمانت اجرای خاص پیرامونش باشه که امثال اینا. استاد با توجه به همین معنایی که کردید، یک سوال به ذهن من ایجاد شده، شاید ذهن بینندگان هم همین سوال باشد، که با توجه به این معنایی که گفتید حق است، حق مسلم هست، جدا ناپذیر هست، برای تمامی آدمیان هست، آیا این لازمش این هست که از مبانی ممکنه این باشد که خب پس جهان باید به صورت یک شبکه واحد در بیاید، به صورت یک دهکده جهانی، به صورت یک جهان یک کشوری، جهان کشوری یا گلوبالیزیشنی که خب خیلی مطرح هست و خیلی به دنبالش هستن، آیا توسعه به این معنا که اشاره کردید با جهانی شدن موافق هست یا مخالف هست؟ ببینید یکی از زمینه هایی که حق توسعه یا نسل سوم حقوق بشر به وجود شکل میگیره و تقویت میشه و زمینه نهادینه شدنش فراهم میشه، همین وابستگی جهانیست یا جهانی شدنه. جهانی شدن ضرورتاً به معنای نفی و از بین رفتن دولت ملت ها نیست، به معنای یک دست شدن اخلاق نیست، به معنای این است که تمامی این امور در واقع در یک ارتباط و در یک شبکه در هم تنیده میتوانن حیات خودش رو ادامه بده، کارآمدیشان، بهره‌وریشان، ادامه حیاتشان. اقتصاد امروز اقتصاد بریده از دیگران نمیشه داشته باشه، فرهنگ این شکله، هنر این شکله، هر قدر میخواهید هنر پربارتر، ماندگارتر، تأثیرگذارتر داشته باشید، اقتصاد همین شکلیست، تجارت همین شکلیست، آموزش همین شکلیست. شما امروز یک کشور را فرض بکنید که دور مرز خودش یک دیوارهای بلند آهنینی را ایجاد بکنه، فضا را بسته بکنه، بگه من اقتصاد من خودکفا هم، تو اقتصاد خودکفا هستم، آموزش خودکفا هستم، نمیدونم تو صنعت، معدن، کشاورزی، علم، همه و همه، اصلا ناشدنیه. وقت کره شمالی نمیتواند مثلا همون هم ارتباط داره. هیچ کشور را شما نمیتوانید بگید که نه. بالاخره گفتم ببینید بحث جهانی شدن یک مقوله جدایه که ما بهش الان اگر
برنامه یا برنامه این شکلی بتانن جلسات جداگانه و پیرامونش به بحث میشینیم. بنابراین وقتی ما سخن از جهانی شدن میبریم، به معنی سلب هویت‌های فردی، قومی، فرهنگی، ساختارهای دولت ملت ها نیست. در واقع دولت ملت هست، فرهنگ‌های مختلف هست، اقتصادهای ملی هست، اقتصادهای منطقه‌ای هست، صنایع میتونی، ولی این صنایع در ارتباط و در وجود یک شبکه ارتباطی معنا پیدا میکنه، استمرار حیات پیدا میکنه، کارکردهایشان عوض میشه. درست. و ساختارهای متناسب به خودش را میطلبه. بنابراین به اینکه 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم جناب استاد، پس شما یک معنای متعادل و تصحیح شده ای را از جهانی شدن مد نظر دارید که در رابطه با حق توسعه باید کشورها با هم ارتباط و تعاملی داشته باشن بر مبنای حقوق متقابل و بله، این وابستگی متقابل بشریت تو دنیای فعلی که به گونه بازنمودش و یک سیماش تحت عنوان جهانی شدن و جهانی سازی، یک بار شما جهانی شدن حرف میزنید، یک بار جهانی سازی حرف میزنید. بله. ما الان فعلا میگیم این وابستگی متقابل لایه‌های مختلف زیست زندگی بشری در حوزه‌های مختلف، میگیم این جهانی شدن است. اقتصاد میشه جهانی، صنعت میشه جهانی، فرهنگ میشه جهانی، ادبیات میشه جهانی، هنر میشه جهانی، خیلی باورها و اعتقاد میشه جهانی. اینا در واقع یه سری واقعیت های ساختار هایی که به وجود آورده، چی عوامل اینا را به هم شکل در واقع زمینش ساخت. بحث هایست یکی از زمینه های اینها مسئله تکنولوژی ارتباطات نوین هست. بنابراین بله، اینا به ارتباط با توسعه نیست. درست. پس خود این حق توسعه هم به یک شکل کمک میکنه به جهانی شدن. در واقع اینا با صورت دیالکتیک یکی دیگر را تقویت میکنه، یعنی جهانی شدن و واسطگی متقابل زمینه تقویت و سربرآوردن نسل سوم حقوق بشر رو میتونه فراهم بکنه و فراهم ساخته. ما امروز از میراث مشترک بشریت در میزنیم، از حق ارتباطات هر میزنیم، از حق بر توسعه میزنیم، صلح و امنیت بین المللی هر میزنیم. اینا جزء نسل سوم حقوق بشره. صلح جزء نسل سوم حقوق بشره. محیط زیست سالم، محیط زیست سالم مربوط به آمریکا نیست، مربوط به چین نیست، مربوط به آلمان نیست، مربوط به روسیه نیست، ایران نیست، پاکستان، همه امروز منابع زیستی و حیاتی که در جهان هست مخصوص نسل فعلی نیست. ما امروز مقوله داریم تحت عنوان توسعه پایدار، استفاده از منابع و فرایند توسعه یافتگی یا توسعه جوامع باید طوری باشه که حقوق نسل آینده را نسل جدید نه تنها پایمال نباید بکنه و از بین نره، که این حقوق را برایشون بهتر فراهم بکنه برای استفاده اونا. حتی اصلا کلمه افکار عمومی جدیداً اضافه شده به ادبیات جهان، که قدیم افکار عمومی یک کشور خاص یک ملت خاص بود، الان صحبت از افکار عمومی جهانی هست. بله بله. ولی اگر کشورها سیاستمدارها میخوان یک کاری را انجام بدهند، ابتدا به دنبال این هستن که افکار عمومی را جلب کنن و جذب کنن. بله. و اگر افکار عمومی مخالفت کنه با یک مسئله، قطعا مشکل انجام کار خیلی سخت خواهد. بله. شد. پس بنابراین ببینید، ما با حق توسعه یک سری مخالفت هایش صورت گرفت، موانع ایجاد شد. خب این موانع بخشش سیاسی بود و بعض پاره از بازدارندگی ها و مخالفت ها سیاسی نبود، واقعا از نظر علمی آمدن تحلیل کردن که می توانید حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر داشته باشیم. حالا در خصوص بحث حق توسعه ما می خواهیم بحث بکنیم، گفتن حق توسعه را این که بخواهیم به عنوان یک حق بپذیریم کار دشوار و سخت است. چالش های را برشمردن، یکی از این چالش ها این بود که وقتی ما میتوانیم یک امر را با عنوان یک حق در نظر بگیریم که از لحاظ قانونی قابل تأمین باشه، آمدن گفتن که حق بر توسعه حق نیست. چرا؟ یکی از ایراداتی که گرفتن گفتن که با وضع قانون نمیشه حق بر توسعه را یا حق توسعه را تأمین کرد. و چرا؟ و چون با وضع قانون نمیشه تأمین کرد، پس از این جهت حق نیست. حق نیست. این یک اشکال. ما چقدر وقت داریم؟ میشه این چالش 2 دقیقه فرصت داریم مصطفی. آره. پس بنابراین من همین چالش را میخوایم بیان بکنم، ببینیم تا کجا میرسیم. پس بنابراین این مشکل این مطرح شد که آقا جان با توسعه حق نیست. چرا؟ چون با وضع قانون تأمین نمیشه. خب ما اگر بخوایم این چالش را و این پرسش را با دقت و به نیکی ارزیابی بکنیم، به نظر میرسه خیلی چالش استوار و پرسش محکم نیست. نمیشه. چرا؟ ببینید وقتی ما میگیم حق، چند نوع حق داریم. یک حق قانونی است، یک سری حقوق فراقانونی است.
حق قانونی چی؟ یعنی این که شما یک مطالبه را، یک ادعای را، یک استحقاق را به عنوان حق بدانید. چرا؟ چون در قانون اساسی یا قوانین موضوعی کشورها این حق دانسته شده. این نوع حقوق را میگه حقوق قانونی. اما یک سری حقوقی وجود داره که حقوق قانونی است، حق است ولی حق قانونی نیست، حق فراقانونی است. حق فراقانونی به حقوق میگه که ریشه در فطرت آدمیان، در وجدان آدمیان، در طبیعت آدمیان، در اراده جمعی جامعه، در مصلحت جامعه داره. چه این حقایی اصلا نیاز به قانون هم بله ندارن. سرچشمش کرامت است، حیات است، صیانت ازاده. پس بنابراین توسعه میگیم، وقتی میگی شما با وضع قانون تأمین نمیشه، اولا ببینیم آیا توسعه حق قانونی است؟ بله میتونه حق قانونی باشه، اما بیش پیش و بیش از این که حق قانونی باشه، حق از لحاظ ماهیت حق فراقانونی است. به خاطر چی؟ بر اساس این بنیادها که خودش پشتوانه بسیاری از قوانین موضوعه و حقوق موضوعه قرار میگیره که انشاءالله اگر فرصتی بود اون رو بود در جلسات واقعا تمام هست و ما باید ساعت 9 برنامه رو تحویل بدهیم. انشاءالله ادامه این چالش و پاسخش برای شنبه هفته آینده که در خدمت شما هستیم. تشکر از شما، چه مطالب زیبا و خوبی اشاره کردید و تشکر از همه بینندگان عزیز همراه با برنامه. انشاءالله مجموعه زحمت همکاران بنده در این برنامه مورد پسند و نظر شما قرار گرفته باشد و در برنامه های بعدی هم با ما همراه باشید. به این امید با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید.